سلام بیننده عزیز، خوش آمدین به چینل MSF Family Vlog. هر جای که هستین خوش آرام باشین و تشکر از تک تک شما که تا به حال با ما بودین، ما را حمایت کردین و از کامنت های زیبای شما یک جهان سپاس و خوش آمدید میگیم کسایی در چینل ما نو هستن. اما تو که در ویدیو میبینین بیننده عزیز، امروز یک ریسیپی کلچه بسیار خوشمزه و مزه دارم برای شما عزیزان شریک میسازم، خوب امتون نازک نازک که ددان بانین آب میشه و بسیار به طریقی ساده و آسان آماده میشه و هم مزیش خوبش است و هم بویش. دیگه بریم ببینیم که ما این کلچه خوشمزه و مزه داره چگونه آماده میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. گفته در شروع 150 گرم مسکه بدون نمک در بین کاسه اضافه میکنم که به روم تمپریچر و یا هوای خانه سرد از یخچال استفاده نمیکنیم. به شکل مسکرک در بین کاسه اضافه کردیم، بالش اضافه میکنیم بوره نیم گلاس. بوره را همراه با مسکه خوب گد میکنیم و یا مخلوط میکنیم. به این اندازه که گد کردیم همراه با میکسر دستی خوب مخلوطش میکنیم یا خوب میکسش میکنیم. خوب بیننده عزیز، مسکه و بوره را خوب گد کردم، میبینین که رنگ مسکه کاملا تغییر کرد. آله نوبت تخم است که دو دانه تخم گرفتیم روم تمپریچر یا به دمای خانه است، یک یک دانه اضافه کرده و گد میکنیم. هر دوش یک دفعی و یا یک جایی اضافه نمیکنیم. خوب مطمئن شیم که یک دانه تخم گد شده و خوب مخلوط شده. بعد از صبح بخیر دانه دیگه شه اضافه میکنیم به شکل. خوب بیننده عزیز، تخم دومم گد کدوم خوب مخلوط شد. دیگه اینال میکسر دستیر ما کار نداریم، پاک میکنم و از بین کاسه پسش میکنیم. و اینال بیننده عزیز اضافه میکنیم یک قاشق پوست مالته. پوست مالته را از تراشک کشیده در بین کاسه اضافه میکنیم و ضرورت داریم به بیکینگ پودر یک قاشق چای خوری. بیکینگ پودر خوب گد میکنیم. به این شکل که همه مواد گد شد، آل نوبت آرد است و بیننده عزیز آرد که گد میکنین کوشش کنین یک دفعه یک جایی اضافه نکنین، چرا که آردا فرق میکنه دیگه، از او خاطر یک دفعه و یک دمی کلش اضافه نمیکنیم. ما در شروع یک گلاس اضافه کرده گد میکنم. یک گلاس آرد خوب گد شد و اصلا لغت لغت نمونده، دیگه حالا گلاس دو و نیمش اضافه میکنم. و به نمی طریق آستا آستا گد میکنیم و این باقی ماندهشم اضافه میکنم. دو گلاس آرد گد شد، اینالا بخیر ما خمیر در سر میز اضافه کرده و امرو با دست خود به چند دقیقه خوب گد میکنیم و یا خمیر میکنیم که خمیر نرم و ملایم به دست بیه و سر میز پاک است. و اگر شما دوست داشتین میتونین که در سر تختگک و یا اما هر رقم که خودتون دوست داشتین و راحت بودین میتونستین خمیر جور کنین میتونین. دیگه ما در سر میز راحت هستم، یک ذره آرد پاش میتیم به این شکل و خمیر دست در روی میز همه گیشه میمونه. و خوبی از این کلچه ایست بیننده عزیز که خمیرش اصلا به رس ضرورت نداره که ما بانیم برسه، فقط همی که آماده شد توتا میکنیم و در بین داشت میمونیم که پخته شد. بسیار ساده و آسان.
به این شکل بینید عزیز. من کفگیره کم پاک میکنم و هاست هاستا یک ذره آرد پاش داده، خمیره به یک چند دقیقه به این شکل گپ میکنیم و یا خوب پخلوت میکنیم. خب بیننده عزیز، خمیره به یک چند دقیقه دیگه دیدین که ما آرد پاش دادم یک ذره و خوب گد کردیم تا زمانی که یک خمیر خوب و نرم و ملایم به دست بیه و همچنان در دست ما خمیر اصلا نچسبه. دیگه نال بخیر مسر میز پاک میکنم. استپ بعدیش به شما میگم که ما چی ضرورت داریم. یک ذره از این کاغذهای ناسوز میگیرم و خمیر به این شکل دروش گذاشتم. آستا آستا امرا با تیراش اموار میکنیم. باید دارید خوب بینید عزیز، خمیره به این شکل ما نازک اموار کردم و خوبی از این خمیر است که اگر تو تکاش میبره پس ما دوباره گرفته و کلچه میتونیم کماده بکنیم. دیگه خمیر که به این طریق نازک امور کردیم، ما اینجا پتنوس را قبلا روش از کاغذ ناسوز گرفتیم و همراه با از این کوکی کتر توتا میکنیم. به این شکل بینید عزیز و وقتی که توتا کردیم امرو با کفگیرک آستای کده توتای خمیری بغل میمونیم. به این شکل کلچه را گرفته در روی پتنوس میچینیم. بخاطر که نرم میباشه یکمک باید احتیاط کنیم. دو پتنوس آماده کردم، باید کلچه از همدیگر فاصله داشته باشه و این خمیر باقی مانده شه که برآمد میره پس دوباره به این شکل خوب خمیر کردم. یک ذره امرا با دست خود هموار میکنیم و سرش به این شکل پود کده تا زمانه که این دو پتنوس کلچه آماده میشه مایر دبن یخچال میمونه. و بینیده عزیز، ما اینجا گرفتیم زردی تخم مرغ یک کمک و یه اندازه نیم قاشق چای خوری واره شیر اضافه میکنم و امرو با برسک تخم خوب گد میکنیم. امرو با شیر مخلوط شوه. تخم وقتی که خوب گد شد امرو با برسک روی کلچه را به این طریق چرب میکنیم. امرو با تخم به شکل بینید عزیز. این حاله امرو با پنجه شکل میدیم به شکل. و اینجا میگذره بادام توتا توتا کردیم برای تزینش. به این طریق داری کلچه پاش میدیم. و اگر دوست داشتین میتونین چارمغز هم اضافه کنین. دلخواست بینید عزیز. اردو پتنوس آماده شد بینید عزیز. این حالا میریم بخیر دبین داش میمونیم که پخته شوه. کلچه را در بین داش گذاشته و داش هم نیم ساعت پیش روشن کردیم. در سر آون ماندیم و به درجه 180. خب بینید عزیز، دو پتنوس از داش کشیدم. ببینید که نام خدا چقدر خوش رنگ آمده.
دیگه اینال میریم خمیری باقی ماندارم آماده کده در بین داشت میمانیم که پخته شه و دخیر برتان همه گیشه نشان میدیم. و بیننده عزیز دیدین که کلچه چقدر به طریقه ساده و آسان آماده شد. دیگه امیدوارستیم که خوش شما بیای و شما آماده بسازین و ازش لذت ببرین. دیگه نال بخیر یک دانش توته کده و بینشان به شما نشان میدیم که چطور آماده. دیگه ما یک دانه کلچه را گرفته پشتشان به شما نشان میدم و توته میکنیم. ببینین بیننده عزیز نام خدا چقدر خوبش آماده و ما بر شما نشان بدم از نزدیکتر. ببینید پاش پاش میشه و یک تیپ بر شما میدم بیننده عزیز، کلچه را که میخواین اما تو خوب نرم و ملایم بیه کوشش کنین زیاد رنگش تیز و یا بریان نکنین. به هر اندازه که رنگ کلچه تیز شوه به همو اندازه کلچه قاق میشه. این کلچه کس بیننده عزیز شیرنیش نه زیاد زیاد هست و نه کم کم و کسایی که شیرنی زیاد خوردن نمیتونن میتونن که از این کلچه خوشمزه آماده بسازین و در اید نوش جان کنین. و اینجا بر شما نشان بدم ببینین که امو پوست مالته در بین کلچه همه تو خوبش مالم میشه. ببینین و بسیار کلچه را خوشبوی ساخته و اینجا که میبینین باش کامرا را بلند کده بر شما نشان بدیم که علی جان میخواه که از کلچه بگیره کنه گرفت. علی جان سلام ندادی؟ سلام دوستای عزیز؟ دوستای عزیز خوب هستین؟ کوکیز کوکیزه؟ باش ما پاس کنم. علی جان بگو خوب هستین؟ خوب هستین. آفرین. کلچه را نال بگو که چطور است؟ تست کو؟ تست آه تست کدی؟ مزه چطور خوب شامده؟ تست خوب شامده؟ بلند؟ آه بلند میکنی؟ خوب بیننده عزیز دیگه وقت شما عزیزان را نمیگیریم، با همه شما عزیزان خداحافظی میکنیم. خدا حافظ همه شما، شب روز همه شما خوش. تا یک ویدیو دیگر هر جایی که هستین خوش و آرام باشین.